Welcome, users, to one of the world's most iconic museums, the Louvre in Paris. Today, I'm thrilled to take you on a virtual journey to this cultural treasure trove. The Louvre, originally a medieval fortress turned royal palace, has evolved into a global symbol of art and history, housing over 35,000 works of art. It's not just a museum, it's a testament to human creativity spanning centuries. I like to highlight the Parisian section of the Louvre before we go deep into its wonders. Is a captivating showcase of Iran's rich culture. From ancient treasures to vibrant arts that have flourished throughout history, you'll see artifacts that unravel Persian civilization's intricate tales. Don't forget to explore the Louvre's architectural wonders, such as the glass pyramid at the entrance, a modern contrast to the historical surroundings. It's a perfect blend of the old and the new, just like the art within its walls. You'll have an unforgettable experience at the Louvre. Whether you're an art aficionado or just curious about culture, come along with me as I explore the beauty and brilliance of the Louvre Museum. Watch this space for a time and art journey you won't soon forget. Make sure you hit the subscription button and ring the bell so you don't miss any of our adventures. Let's get lost in the Louvre's artistic wonders. سلام میزد، امروز اومدیم به موزه لوور در پاریس و این موزه واقع در کاخ سلطنتی فیلیپ آگوست دومه که نمادی از ثروت و تاریخ فرانسه است. در قرن 12 میلادی هم ساخته شده. در واقع این موزه از قلعه آغاز شد که در زمان شاه فیلیپ دوم برای مقابله با دشمنان بنا شده بود و در قرن 14 به اقامتگاه سلطنتی تبدیل شد و از اون زمان مجموعه هنری ارزشمندی در اینجا جمع‌آوری شد و بخش‌های مختلفی توسط معماران و هنرمندان برجسته به این موزه اضافه شد. این موزه زمینه‌های مختلفی از جمله هنر و تاریخ، از هنر باستانی تا هنر اسلامی، نقاشی و مجسمه سازی رو در بر داره و آثار معروفی همچون مونالیزا و تاج‌گذاری ناپلئون نیز در اون نمایش داده شده. بخشی از این موزه شامل آثاری از دوره ساسانیان و باقی مانده های با ارزش از شهر شوشه که با استفاده از نمایشگری به بازدید کنندگان این امکانو میده تا به صورت مجازی از این آثار دیدن کنن.
همچنین در بخش ایران موزه لوور یکی از سرستون‌های کاخ آپادان‌های شوش با نمای گاو دو سر نگهداری میشه. این سرستون از جنس سنگ آهکه که بالاترین قسمت ستون‌های رو به نمایش میذاره که هر یکی از اونها حدود 21 متر ارتفاع داشتن. وقتی که داریوش فرمانروای ایران شد، شوش رو به عنوان پایتخت دائمی خودش انتخاب کرد و این شهر که یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان بود به مرکزی تجاری، اداری و سیاسی تبدیل شد و به اندازه تخت جمشید اهمیت داره. امیدوارم که بازدید مجازی از این موزه دوست داشته باشید و بتونید که یک روز حضوری بیاین و این موزه رو ببینین. و ممنون از حمایتتون. دکمه سابسکرایبم اگه دوست داشتید بزنید تا من موزه های دیگه از شهرهای دیگه که بازدید کردم رو بذارم و اونا رو بتونید ببینید. و ممنون.